سیستم ایشون سال 1981 یک رادیویی رو در فرانسه پایه‌گذاری میکنه که اولین رادیویی بود یا هست، تا الان هم وجود داره، تا الان هم کارش همینه، به مردم اجازه سخن گفتن میده. یعنی هر کی زنگ میزنه فرانسویه، بدون اینکه اسم یارو رو بپرسه، آدرس یارو رو بپرسه، تلفنشو بگیره، میبرش رو خط، میای رو خط حرف میزنی. 40 50 نفر براش کار کرده اون میکنن، الان با اینترنت هم همه جا دنیا شما میتونید گوش کنید. این آزادی بیان داد به مردم و از همون روز اول به من امکان داد که توی رادیوش برنامه پارسی داشته باشه. برای شما همه شما عزیزان که تو پاریس بودید اون برنامه رو سالها 30 سال گوش میکردید، به برکت آقا. بعد همه اون رادیو تلویزیونایی که الان علو بفرمایین دارن از ایشون یاد گرفتن، یعنی از ما و بعد از ایشون، چون خیلی اینا پاریس بودن رفتن. حالا اون خودش قصه داره. ایشون اینو میخوام بگم، عاشق ایران، علاقمند ایران. در جوانیش رفته بود ایران زمان محمد رضا شاه، عظمت و شوکت ایران، مهربانی ایرانی ها، عاشق ایران بود تا آخر جانش هم با ایران بود. این پریس که من دیدنش بودم که روز بعد از دنیا رفت، خودش تعیین کرده بود که بره، شعارش هم سالایی بود که جاغت کانجوو، من هرگاه بخوام استاپ بزنم من فکر میکنم برنامه رادیو چی میگه، نکن جونش میگه. تا آخر نظرم گفت، به من گفت مردم ایران پیروز میشن. صداش هست فرانسه، اونه که بعدن برن روی یوتیوب ما youtube.com/مهردیوی گوش کنید. گفت مطمئنم مردم ایران پیروز میشن. و به شما بگم، نمیدونید، هیچ کی نمیدونه، حالا که اون رفته بهتون بگم. 1996 از ما شکایت کرد دولت جمهوری اسلامی ایران، بعد از اینکه دکتر کوروش آرمنش رو کشتن و اینا، ما خیلی جنجالی علیه رژیم میرفتیم بیشترش کردیم، از دست ما شکایت کرد، اومدن رادیو رو توقیف کردن. رادیو رو بعدن توقیف کنن، بعد کاغذ مغازای اومد، ایشون آقای دیدی دوپلش به من داد، اینا رو گفته برو دفاع کن اون دادگاه رسانه ها. ما وقتی رفتم اونجا گفتن آره اینا مسئله نیست، حالا این یک برنامه ایرانی شما اونجا دارین؟ گفتم آره آره. گفت اینا رو بگین ترجمه شده به ما بدن، قبلی که برنامه رو برن ترجمه کنن حرفشون بدن، که نبا علیه جمهوری اسلامی تحریک مریک نکنن، خطرناک‌تر شما منافع دارین. کارت میبش یه رو نگاه کردم، گفتم که اون برنامه رو من اداره میکنم. خب ترجمه کنم بده من. گفتم چجوری من ترجمه کنم؟ گفت قبلی که حرف بزنی مگه نمی‌نویسی؟ گفتم نه ما همه جور حرف میزنیم. آه ترجمه کنیم بدیم. من اومدم به آقای دیدیه دوپلش گفتم و بعد گفتم اینا دارن میبندن تو، اینا به درگیر بخاطر من هست، بخاطر برنامه ایرانی. گفت فلانی تو رادیو رو ببندن، من برنامه تو رو قطع نمیکنم. رادیو رو بستن. رفته بود خودش روز دیگه اونجا، گفت این قدرت ارگان از رئیس جمهور بالاتر، چون موقع شیراک دستور داده بود که برنامه های من رو بذارن بدن و اینا، بعد گفتن جای دیگه فلان اینا، ولی خود شیراک هم اونجا تونامه شده داریم کتبی نوشت، گفت که فلانی من نمیتونم اینا دستور بدم چون اینا با ارگان بالای کنترل مدیای فرانسه هستن، ولی گفتم به تو مثلا فلان کار بکن. حالا کار ندیم دیدی وقتی رفت گفته بودن آقا آره برنامه فارسی زبان تو باید فرانسه چکنه، فارسی اصلا حرف نزنی، اگر میخواد فرانسه حرف فارسی حرف بزنه باید تکس نوشتار به ما بده که ما مطلب داشته باشیم. اون موقع که گوگل موگل هم نبود اینا ترجمه کن. دیدی هم بینا میگه رادیو رو ببندین، من تظاهرات میکنم، اعتصاب قضا میکنم، ولی دوید عباسی رو برنامه هاشو قطع نمی کنم. آمد یک مهمونی داد، چند تا از دوستان من همون موقع از کانادا اومده بودن، از جمله آقای امیر اکبری از دوستان بسیار خوبم و محسن اینا، ما اینا رو دعوت کردیم و با هم رفتیم تو مهمونی که برای رادیو بود. دیدی جلو همه اعلام کرد، همه شنونده های رادیو سی چلتا و همه آقا گواره من احضار کردن و دوباره اینجا که آره این رادیو تو میبندیم اگر این ایرانی ها حرف بزنن، ما با جمهوری اسلامی معامله داریم فلان داریم همینا با هم میخوره و اینا. منم بهشون گفتم که من برنامه فلانی رو قطع نمیکنم. آقا همون موقع با که ما محافظ داشتیم، ماشین ضد گلوله داشتیم، فلان داشتیم، رادیو بیچاره فرانسوی رو بستن، فرانسوی بود، هفته یک ساعت ما توش برنامه داشتیم. یعنی به شما بگم بعضی وقتا میگین شما ما خیلی چیز کشیدیم ما اینجا نمیایم بگیم، نخواستیم من بگیم، حالا به شما گفت چون ایشون نیست دارم میگم بزرگی مرد میخوام بهتون میگم. بعد بعدا رادیو که توقیف شد ایشون رفت یه کاروان گرفت، چون وقتی اعلام کردن تا وقتی میخوان ببندن 2 ماه طول میکشید، 2 ماه وقت داشت که رادیو بود، رفت جلو همین کمپانی سی اس ا
یعنی سازمان کنترل رادیو تلویزیون فرانسه کاروان گذاشت توی پارک کوچیکی اونجا بود، میکروفون رو گذاشت اصلا اونجا و بعدم استاتیو دو لیبرتی مجسمه آزادی اون بر بود. از جلو اون برنامه رو ما میرفتیم از مجسمه آزادی و اینا گفتیم ما مجسمه آزادی اومدم برنامه رو میرم، همین که تو نیویورک هست یاسش تو پاریس. میگفت به اینکه بگم که آزادی نیست، ما رو دارن سانسور میکنن، اینا با دیکتاتورها جمهوری اسلامی ساختن فلان کردن اینا. دوستان عزیزان فکر میکردم 50 روز، ایشون 40 روز اعتصاب قضا کرد و ای که الان مرد از جهان رفت به خاطر بود که تمامی تشکیلات بدنش داغون شده بود. 40 روز اعتصاب قضا خیلیه، 20 خورده سال گذشت. من فکرم 50 روز بود، 2 یا 30 روز بود. ازش پرسیدم توی بیمارستان، گفتم دیدی چند روز اعتصاب قضا کردی؟ میگه 40 روز. Monsieur Duplech, à l'époque, vous avez envoyé la câble de la radio, de la tour, de la Seine, jusqu'à la statue de la liberté. Comment vous l'avez fait ça? Elle doit mesurer 80 mètres, donc impossible à escalader, il fallait trouver un moyen. Et ce moyen, c'était d'envoyer un projectile plutôt que d'essayer de grimper et de se ramasser. Et le mieux, c'était une flèche. Tu l'avais déjà utilisé dans les années 80 aussi, non ? À l'époque, oui. En envoyant un slogan, quelque chose comme ça. En envoyant des ballons. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Oui. Des inventions, mais des nouveautés. Mon grand-père était ingénieur. Ah, il était ingénieur, ton grand-père. Plage, il est dans le bateau. Village? Non. David, soyons sérieux. La flèche, oui. Oui. Mais Plège. Le village. Il est à côté. Quel rêve de faim tu as fait à l'époque devant le CSA? Combien de jours? 40. 40 jours? Oui. Oui, oui. 40 jours. C'est énorme. J'avais fait une fois avant. Mmh. Avant 96, tu avais fait ça? Oui. تنها همینم نبود عشقش به ایران. درست همون روزای سالهای 1980 اولین آهنگی که درست کردن که لوگوی این رادیو بود، لوگوش بود. شما دیدین لوگو اولش این کلاهای فروهری نشون میدیم اینا. نه اول لوگویی که درست کرد یک خواننده بزرگ فرانسوی خوند، یک آهنگساز بزرگ فرانسوی آهنگ گذاشت و این خودش پارولش رو نوشت، شعرش رو نوشت، ترانهش رو نوشت. تو ترانه خیلی قشنگه، گوش کنید ببینید یک چیز دیگه هم نشون میده ایران. از شکوه ایران و زرتشت توش گذاشت تا الان 40 خورده سالی که این لوگو داره پخش میشه و برای این رادیو هنوز که هنوزه Zartoucht, Namestro, Didier Doblech, Zendelgar. Notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance, parfois se joue des apparences, pour envoyer ses messagers. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, Robin des Bois, chacun son tour conduit la danse. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, Robin des Bois, chacun son tour conduit. نکته بسیار مهمی دیگه که الان باید با آگاهیتون برسم اون اینه که ما الان با همبستگی پیروز میشیم. یعنی همبستگی رمز پیروزی است، ولی دشمن زیاد تلاش میکنه که همبستگی رو از بین ببره. ما باید همه رنگ ها موزاییک ایران باید با هم متحد بشیم. ایران تجزیه نمیشه، جنگ داخلی هم نمیشه، اتحاد که باشه به پیروزی میرسیم.
در این اتحاد یادت نره، اتحاد که من با خودم تو آینه که روایت بکنم که، چون آخه از وقتی دولت موقتی رو ما معرفی کردیم که رنگارنگه، همه توش هستن، هر